اولیه این معادله دیفرانسیل برابر هست با منهای وی سی صفر تقسیم بر آر، اما شرط اولیه این معادله برابر هست با وی سی صفر. چون به این رابطه کلی هم که فرم کلی جواب این معادله دیفرانسیل هست دقت بکنید، ما پارامتر A رو داریم که A توسط شرط اولیه تعیین میشه و شرط اولیه اگر تغییر بکنه معادله وی تی هم کاملا عوض خواهد شد. پس به این نکته مهم میرسیم که برای به دست آوردن جواب کامل به تاو و ایکس صفر مثبت نیاز داریم. اگر ایکس صفر مثبت و تا رو داشته باشیم، در این صورت جواب این معادله دیفرانسیل برابر هست با ایکس صفر مثبت ای به تان منهای تی تقسیم بر تا، و در یک مدار آر سی تا برابر هست با آر ضرب در سی. خب مدار آر سی که ما بررسی کردیم یک خازن ماضی با یک مقاومت بود، اما در یک مدار آر سی مرتبه اول کلی ممکنه که ساختار اینطوری نباشه، ممکنه که در یک طرف مقاومت‌های خیلی زیادی با هم سری و موازی شده باشند و در طرف دیگه هم خازن‌های زیادی با هم سری و موازی شده باشند. در این صورت فرمول کلی تاو هم به این صورت هست: R equal ضرب در C equal. R equal برابر هست با مقاومتی که از دو سر C equal می‌بینیم و همینطور C equal هم برابر هست با خازنی که از دو سر R equal می‌بینیم. مثلا به این مدار دقت بکنید، این مقاومت R1 هست، این مقاومت R2 هست و این هم مقاومت R3 هست. این خازن C1 هست، این هم خازن C2 هست و این هم خازن C3 هست. به ظاهر این مدار 3 تا خازن داره، پس باید از مرتبه 3 باشه، اما اینطوری نیست. چرا؟ چون ما به جای این 3 تا مقاومت میتونیم از یک مقاومت معادل استفاده بکنیم که مقاومت معادل واضحه که برابر هست با R2 و علاوه R3 مازی با R1 هست، و همینطور به جای این 3 تا خازن هم میتونیم یک خازن معادل قرار بدهیم که خازن معادل به این صورت هست: C1 مازی با C2 سری با C3. در نتیجه ثابت زمانی در این مدار برابر هست با R1 ضرب در R2 علاوه R3 تقسیم بر R1 علاوه R2 علاوه R3 هست. این مقاومت معادلی هست که در دو سر خازن معادل می‌بینیم، یعنی در ترمینال AB به سمت چپ می‌بینیم، و همینطور خازن معادل هم برابر هست با C1 و علاوه C2 C3 تقسیم بر C2 و علاوه C3 هست. خب حال یک راه ساده تر هم وجود داره که X صفر مثبت رو به دست بیاریم. برای محاسبه X صفر مثبت از مدار معادل در زمان صفر مثبت استفاده می‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی به جای خازن C در زمان صفر مثبت از یک منبع ولتاژ استفاده می‌کنیم که ولتاژ اون برابر هست با VC صفر مثبت هست، و به پولاریته هم باید دقت بکنیم. یعنی در واقع کار یک خازن همین هست. خازن همواره در زمان‌های مختلف می‌تونیم به عنوان یک منبع ولتاژ مستقل مدل بکنیم که مقدار منبع ولتاژ هم برابر هست با مقدار ولتاژ خازن در همان لحظه. پس در زمان صفر مثبت میایم به جای خازن از یک منبع مستقل با ولتاژ وی سی صفر مثبت استفاده میکنیم. در این صورت مدار مثل مدار مقاومتی میشه که در فصل قبل تحلیل اون رو بیان کردیم، و به این ترتیب ایکس صفر مثبت رو به دست میآوریم، و همینطور در گام قبلی هم طبق این فرمول تا رو به دست میآوریم، و در نهایت جواب ایکس تی به این صورت خواهد بود. خب مثلا به این مدار دقت بکنید، در این مدار میخواهیم سیگنال های وی سی و وی ایکس رو برای زمان های بزرگتر از صفر به دست بیاریم، و ولتاژ اولیه خازن هم برابر با 15 ولت هست. خب ابتدا باید تا رو به دست بیاریم. تا برابر هست با R equal ضرب در C equal. خب در دو سر خازن، یعنی از دید ترمینال های A و B، ما چه مقاومتی میبینیم؟ خازن رو بر میداریم و به مدار نگاه میکنیم که ببینیم چه مقاومت هایی رو میبینیم. خب طبیعتا در طرف چپ یک مقاومت 5 اوم وجود داره، و در طرف راست هم یک مقاومت 8 اوم. Lên của chỗ cây chuột này các bạn này.
mình đang nhổ nha các bạn nhé. Đây này các bạn này. Đó. Đó. Mình nhổ xong rồi mình sẽ để một đống nhé các bạn. Một đống. Để một chỗ rồi tí nữa rồi mình sẽ bóc rồi mình sẽ